مرکز جهانی دفاع از حقوق و آزادی ها آدم در واکنش به انفجار تروریستی شهر شیعنشین توز در کشور عراق بیانیه‌ای صادر کرد. این مرکز در بیانیه خود که نسخه از آن برای شیعه ویوز ارسال شده آورده است، هدف قرار دادن غیر نظامیان در بازارهای محلی از پسترین اقداماتی است که در پس آن مقاصد برخی گروه های سیاسی وجود دارد، مقاصدی که میتوان درباره آنها به گفتگو نشست این بیانیه افزود این گروه های سیاسی سعی دارند با برهم زدن امنیت خصوصا در مناطقی که دارای تنوع مذهبی و یا نژادی هستند به مقاصد سیاسی خود دست یابند هرچند به قیمت کشتر غیر نظامیان تمام شود آنان در این رهگذر حتی از کمک های مالی و تسلیحاتی به برخی گروه های تروریستی ابایی ندارند مرکز جهانی آدم ادامه داد تمام این موارد دهد که حرمت اشخاص و مهمترین عامل برهم زدن امنیت ملی در عراق است این مرکز حقوق بشری با اشاره به اقدامات تروریستی از سال 2003 میلادی تا کنون در بیانیه خود افزوده است ما به این گروه های سیاسی هشدار می‌دهیم که از اقدامات این گونه دست بردارند چرا که ادامه ای این رفتارها عواقبی وخیم برای آنها در پی خواهد داشت مرکز جهانی دفاع از حقوق و آزادی ها آدم در پایان بیانیه خود از مسئولان دولت عراق خواست تا عوامل و حامیان این جنایت ها را به دادگاه معرفی کنند و پس از محاکمه آنها نتایج را به اطلاع عموم مردم برسانند